یکم شهریور ماه 1398 خورشیدی و 23 اوت 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به تنش در حلقه نزدیکان رهبر. پرده آخر مخرب برنامه. ظاهر قضیه این است که صادق لاریجانی و محمد یزدی به هم پریدن تو چه میدونم این چند هفته اخیر، ولی چرا؟ چه خبره؟ احمدی نژاد با همه حمله‌ای که به اطرافیاش شد و همه‌شون رو انداختن زندان، تقریبا همه‌شون رو انداختن زندان، خودش با حکم رهبر معظم شد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. خامنه‌ای مثلا نمی‌دونه که رحیمی و بقایی و مشایی و بقیه همه کسای دیگه که در رابطه با دولت احمدی نژاد افتادن زندان به دستور احمدی نژاد کار کردن. احمدی نژاد هم 8 سال به دستور خود خامنه ای کار کرده، حتی در جزئیات. حالا نوبت صادق لاریجانیه که اونم خامنه ای کردش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از اینکه از 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. بذارین اول ببینیم از کجا شروع شد این پریدن این دوتا با هم دیگه. 23 تیر ماه 98 یک نماینده مجلس حسن نوروزی خبر داد که مسئول اجرایی حوزه ریاست با مدیر کل امور مالی قوه قضاییه به اتهام فساد اداری و مالی بازداشت شده. اکبر طبری کارش از اول اصلا ساخت و ساز و اینجور چیزاست، یعنی نه قاضی بوده است نه وکیل بوده است نه اصلا ربطی به پرونده های قضایی داشته و داره، اما اصلا یکی از دلایل بازداشتش اینه که پول میگرفت و حکم پرونده های قضایی رو تعیین میکرده. چند سال؟ به قول زاکانی نماینده سابق مجلس بیش از 2 دهه. پس چرا حالا گرفتنش؟ به همون دلیل که حالا دارن علیه صادق لاریجانی میگن، بعد از 9 سال و نیم که رئیس قوه قضاییه بوده. یه فایل صوتی در آمده از رضا گلپور، روزنامه‌نگار پژوهشگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی. 1 تیر 98 این فایل صوتی در آمد که از زندان رضا گلپور پر کرده بود. گلپور بهمن 95 بازداشت شد به اتهام همکاری با دول متخاصم و توهین به رهبر جمهوری اسلامی، از این حرفا. 15 سال زندان بهش دادن. تو این فایل صوتی میگه در بند 2 الف زندان اوین با رسول دانیال زاده معروف به سلطان فولاد ایران همبند بوده و از این زندانی شنیده که یک پنت هاوس 1100 متری در برج فلورا در فرمانیه تهران به اکبر طبری، یعنی همون دست راست صادق لاریجانی، و یک آپارتمان 700 متری به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان دوره صادق لاریجانی داده است. اتهام رسول دانیال‌زاده بدهی 2600 میلیارد تومانی به بانک‌های مختلف است و نامش در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی هم به چشم می‌خورد. بعضی رسانه‌های اصولگرا خبر دادند که دانیال‌زاده یک آپارتمان به ارزش 16 میلیارد تومان در تجریش به آذر قفوری همسر حسین فریدون هدیه داده است. بعضی حرفا رو نمیشه از پشت این میکروفون و این تلویزیون زد دیگه، وگرنه خیلی حرفا رو میشد بیشتر گفت که واقعا چه اوضاعی است. اکبر طبری رو اواسط تیر ماه میگیرن. این که میگه بعضی حرفا رو نمیشه گفت، منظورم آدم اینقدر عصبانی میشه که حرف زدن عادی ممکنه یادش بره و بخواد غیر عادی حرف بزنه. منم از این قماش آدم ها معمولا، ولی خب رعایت ادب و مصلحت رو باید کرد. باری صادق لاریجانی نامه می نویسه به رهبرش که بعد از این که اکبر طبری رو می گیرن، محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای سلام علیکم، مستحضرید که از ابتدا تمایل به ریاست در قوه قضاییه نداشتم، اما با اصرار جناب عالی این مسئولیت خطیر را پذیرفتم. در ابتدای سال قبل هم مجدداً تأکید کردید باید از مسند ریاست کنار بروم که باز هم فرمان از جناب عالی بود و تسلیم و تمکین از این جانب.
با اینکه در کل دوره به خاطر سیانت از حریم نظام با شدیدترین وجه به فتنه‌گران و جریان انحرافی برخورد کردم، امروز متاسفانه این جانب و همکارانم از جمله آقای اکبر طبری پور مظلوم با همان چماقی از سوی برخی نزدیکان و اطرافیان و سازمان‌های تحت امر جناب عالی نواخته می‌شویم که قبل از آن امثال احمدی نژاد ملعون و جریان انحرافی فاسد بر من و خانواده‌ام نواخته بودند. سکوت جناب عالی در پرونده سازی‌های اطلاعات سپاه و مصاحبه‌های مکرر زاکانی و کریمی قدوسی را اگر به دستور بر ندارم، چون اون دو تا زاکانی و کریمی قدوسی علیه صادق لاریجانی صحبت کرد، میگه سکوت جناب عالی در پرونده سازی‌های اطلاعات سپاه و مصاحبه‌های مکرر زاکانی و کریمی قدوسی را اگر به دستور بر ندارم، یعنی خودت دستور دادی، چاره‌ای نیست که به رضایت جناب عالی تفسیر شود. در صورتی که چون این است، اقدامات این حقیر در جمهوری اسلامی حتی در حد یک دهداری هم مشروعیت ندارد، چه رسد به ریاست در عالی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور، یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. ضمن آنکه از نظر جسمی و بیماری‌های محدود هم از اداره جلسات معذورم و ترجیح این است که باقی مانده عمر را زبان بریده به کنجی نشینم سم و بک حیوانی و به درس و بحث در حوزه نجف و بازگشت به مسیر توصیه شده ابوی مرحوم فلان رو بگذرانم. بعدم میگه این وجیزه از باب استجازت به جناب حجت الاسلام حجازی آدم نزدیک به خامنه‌ای تو بیت تحویل شد 27 تیر ماه 98. خود خامنه‌ای در جواب به این نامه سکوت کرد، اما محمد یزدی که اونم مثل صادق لاریجانی از فقهای شورای نگهبانه و منصوب خامنه‌ای جوابشو داد در سخنرانی یک شنبه 20 مرداد در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم. اسمی از صادق لاریجانی نیورد، ولی آنچه در نامه صادق لاریجانی به خامنه‌ای بود رو نقد کرد. در واقع یزدی نوشته، یزدی گفته هرچند در مسئله نظر ولی فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی میگوید اگر این کار را نکنید نجف میروم. خب بروید. آیا با رفتن شما قم هم به هم میخورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود، چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که، یعنی همون طبری، رئیس دفتری که 10 سال جای مهمی را اداره کرده دستگیر میشود، بعد اعتراض میکنید که چرا گرفتید؟ به اسم مدرسه علمی کاخ ساختن، ارث پدرت بود، از کجا آورده ساختی؟ حالا این رئیس دفتری که میگه 10 سال که البته 20 سال بوده، خود یزدی آوردش قوه قضاییه. از سال 76 اکبر طبری تو حوزه مدیریت قوه قضاییه بوده تا همین تیر ماه که گرفتنش. بعد درباره به اسم مدرسه علمی کاخ ساختن هم که انصافا دارین میبینین دیگه، مدارس علمیه لاکچری کم ساخته نشده، فقط تو تهران 63 مدرسه علمیه هست که تو همین سالهای اخیر ساخته شده، همش پوز حضرات است در رقابت عمامه ها. واقعا در جواب این حرفای یزدی، به هر حال نوبت حمله به صادق لاریجانی میرسه. یک شنبه 27 مرداد، این میفهمه چی میگه در از نظر حقوقی ها. میگه گفته اید به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختن، چرا نشر اکاذیب میکنید؟ اگر مقصودتان ظاهر آن است، همین ساختمانی که شما از آن استفاده میکردید هم همین طور بود. ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با لطایف الحیل از دست مسئولان آن وقت درآوردید و به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید، در همین قد و قواره و وزن بود. نفرمودید کاخ ساختن، بلکه با اشتیاق تمام با آن ساختمان نقل مکان فرمودید. با لحنی بی‌ادبانه گفته اید آیا ارث پدرت بود؟ میگویم نه خیر، ارث پدرم نبود. مگر این همه مدارس دیگر در قم و سطح کشور ساخته می‌شود، ارث پدرشان است؟ مگر همین ساختمان‌هایی که حضرت عالی از آنها استفاده می‌کنید از ارث پدرتان ساخته شده؟ آخر این چه فهمی است و چه استدلالی؟ همه این فضاسازی‌ها نشان از آن دارد که یک پروژه بزرگتر در پس این القاعات نهفته است و آن تخریب این جانب و شاید هم تخریب‌های دیگر. مسئله همین است و الا بنده سینه‌ام خزانه اسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان قائم مقام من و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست. این تیکه آخر از جوابی که صادق لاریجانی نوشته به یزدی بسیار مهمه.
نوشته سینه من خزانه اسرار مفاسد، خلاصه به قول خودشون. روزنامه انتخاب خیلی خلاصه برشته تیت زده، نوشته تماشا کنید مخزن الاسرار آمولی، عذر بدتر از گناه. حضرت رئیس قوه قضاییه به جای برخورد با بی‌عدالتی و فساد، جرم‌ها و مجرمان را در سینه فراخش مخفی می‌کرده تا بشه مخزن الاسرار مفاسد نظام. اینو البته اینجا مشخصا تو این نامه میاره، بچه هم میفهمه که با صراحت به امام خامنه ای بگه کلی اطلاعات و اسناد دستم، حواست باشه تا کجا میخوای من و داداشامو بزن. این بار جوابشو کسی نمیده. یک جمعی هستن از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم که با این امضا میان معمولا وسط که اونا جواب میدن که نوشتن جناب ثقت الاسلام شیخ صادق اردشیر آملی لاریجانی. نامه سطحی، تند، بی‌ادبانه و حتی کانه حضرت عالی در جسارت به دبیر محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یعنی محمد یزدی. باعث تأسف دوستداران نظام اسلامی در حوزه‌های علمیه گردید. سخاوت‌های جمهوری اسلامی در سایه ولایت امر در حق شما و دیگر اخوان شما که حتی یا اخوان شما که حتی یک سیلی برای انقلاب اسلامی نخورده اید و از همه مواهب و جایگاه‌های آن استفاده کرده اید دلیل نمی‌شود که به بزرگان انقلاب و اسلام عزیز حق توهین داشته باشید. ای کاش نامه حمایت از آقای تبری را ننوشته بودید، همون نامه‌ای که فرستاده به خامنه‌ای و انکارش هم می‌کنه که اون نامه رو فرستادن دیگه همه جا پخش شد. گرچه محاکمه تبری همچنان باقی است و خدا می‌داند چه اعترافاتی شده است که اینچنین همه پرده‌ها را دریده‌اید و تعارفات را کنار گذاشته‌اید، ما به عنوان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم مشفقانه برای شما و اسلام و انقلاب به حضرت عالی توصیه میکنیم از قدرت و ثروت و جایگاه‌های سیاسی و حتی حوزوی مدتی کنارگیری کنید. باز لاریجانی جواب میده، البته این خیلی بحثه که درست همین نقشه رو داره در واقع حکومت برای لاریجانی حالا داره از زبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم مثلا گفته میشه. برای لاریجانی جواب میده این بار، ولی که بیشتر این جوابی که میگم در محافل خصوصی پخش شده، ولی باز نمیره سراغ مخزن اسرار خودش، اونو ظاهرا نگه داشته واسه روز مبادا واسه خامنه‌ای مثل احمدی نژاد. جواب لاریجانی اشاره به نامه‌ای است که محمد یزدی وقتی رئیس قوه قضاییه بود 68 تا 78 برای وزیر جهاد کشاورزی وقت دوره ریاست جمهوری رفسنجانی نوشت تا ازش جنگل‌های شمال رو بگیره به اسم پسرش کنه. لاریجانی در تشریح این ماجرا گفته است، من اینم براتون میخونم اینجا، در گفته است 3000 هکتار جنگل به حمید یزدی واگذار میشود، ایثارگران تظاهرات میکنن و به دست یعنی علیه این واگذاری ایثارگران تظاهرات میکنن و به دستور ریاست قوه قضاییه وقت یعنی محمد یزدی با این افراد برخورد شده و دستگیر میشوند. این مسائل منجر به این شد که این طرح از آقای حمید یزدی با آبروریزی گرفته شود. لاریجانی نوشته افشاگری این نامه محمد یزدی به وزیر کشاورزی وقت توسط عباس پالیزدار صورت گرفت و نوشته آقای یزدی اصرار داشت که باید آقای پالیزدار یا به زندان برود یا بیاید از من محمد یزدی رئیس قوه قضاییه عذرخواهی کند که آقای پالیزدار این کار را انجام نداد و به زندان رفت. مؤسسه ایمان شده بلا فاصله با آمون گرفتن مجدد زفت آن دوباره ساپورتن مالش دیار آمان نقزاده محبت فرمایید در جهت حمایت از تأسیس ایمان شده کارخانه لاستیک که بنا رو استانشناسی روی جهت بینانشته دوید کاشوسی این مزید کاشوسی رسمی دوید گستری که خوبه به خریه جوی کاشوسان داد گستریم از این آمی میشه در واقع صاحبان مؤسسین این دانشگاه خودشون رو نامگذاری کرده بودن چون این دستور قضا دخیل بودن داد کاشوسی رسمی داد گستری هم میترسی داری قیبتی بزنن که بزن بینه هر بخور قدم ها قیبتی بزنن که خوشمه های بودن باشه زنن سر 26 میلیار در صورت که ما متقدیم 600 میلیار من بارده رو تازه سر 26 میلیار چیار روش نزدن بیره هاشون رو شما رو
نزد اصلا تو آمان نیوردن زمین های اشتیازش رو تو آمان نیوردن باقتشون انا صورتی پول نقد داخل حسابشون رو تو بانک تو آمان نیوردن سن رسی شده رو بگذاری خب این رو مثلا مثلا اصلا ناسی که نمان نوعی نزدیر نوعی محمد یزدیر نوعی محمد علی شرعی نمانده از خبران دستان با یه از نیز آنی رضاییه در زمان رسندی و باش مجددن آقای یزدی برده بگیرسه که آجل باقی فروزش حمید من بیکار است. تحصیل اعتبار سرمایی تو از جنگل های شما جهت صادرات چوب برنم گرد آقای حمید آقای یزدی به سر آقای یزدی بود این کل رو بوده یزده اوبه از این اون نهده و جنگل ها شما رو کاراز بودن درخند عباس پالیزدار بعد از این سخنرانی افشاگرانه به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. اولی دوره 8 ماهه رفت زندان تا تیر 88، دوباره مهر ماه 90 برای تحمل ادامه مجازات زندان بازداشت شد که اون وسط ها به دلیل بیماری و این داستان ها بود به هر حال چون شیمیایی جنگ بود اینها. حالا چی شده که افشاگری های 23 سال پیش سال 85 این صحبت رو کرد پالیزدار امروز مورد استناد صادق لاریجانی است تو این پریدن به یزدی و خوردن از یزدی؟ صادق لاریجانی خودش 10 سال رئیس قوه قضاییه بود، هیچ اشاره به این چیزا نمیکرد. امروز چی شده؟ نمیکرد هیچ اشاره به این کارا، چون یزدی هم اون وقت میتونست راحت بیا جوابشو بده که تو و داداشات که خاک ورامین و لواسون رو به توبره کشیدین. رؤسای عدالت خونه مملکت امام زمان چه وضعی دارن دیگه، این بقیه چی هست؟ بذاریم من یکی دو تا واکنش از به دعوای این یزدی و لاریجانی رو همینجا بگم. کد خدای قائم مقام دبیر شورای نگهبان توییت زد، نوشت که در هر جمعی از جمله شورای نگهبان دعوای طلبگی طبیعی است، گاهی صداها بلند شده و مباحث داغ، لیکن بعد از آن دوستی ها پابرجاست. آقا دعوای طلبگی چی آخه؟ نمیدونم، بعضی وقتا فکر می‌کنم اینا چقدر ملت رو خیلی خیلی عذر میخوام بیمخ و گاگول فرض میکنن. دعوا طلبگی چیه؟ دوتا آیت الله که هر کدوم 10 سال رئیس قوه قضاییه بودن همه متهم میکنن به افترازنی، نشر اکاذیب، سوء استفاده از موقعیت، اینا همه جرمه. مثلا دوتاشون هم رئیس قوه قضاییه بودن، دوتاشون هم از فقهای شورای نگهبانن. مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت یکیشون. از همه بامزه تر واکنش احمد جنتی برادر نوح پیامبر به دعوای علنی یزدی و صادق لاریجانی 28 مرداد 98 نوشته: من امروز در گفتگویی که با این دو بزرگوار داشتم، هر دو بر حفظ آرمان‌های انقلاب و ضرورت حفظ و صیانت از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی و پرهیز از اختلافات و بهانه ندادن به دست دشمنان مردم و نظام تاکید داشتند و انشالله به زودی هر دو عزیز را در کنار یکدیگر خواهیم دید. بی تردید امروز دشمن تا به سقوط پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی را ندارد. بینی او از آزادی نفتکش ایرانی و موفقیت‌های علمی و اقتصادی به خاک مالیده شده و چشم دیدن وحدت و همدلی میان دولت و ملت را ندارد. دشمنان طمع و شادی نکنند و دل به اختلافات ظاهری نبندند. ما گفتیم بپرین به هم دیگه. بعد اصلا این به اون چه ربطی داره؟ ببینین دیگه دعوای اصلاح طلب و اصولگراها نیست، اصلا بحث بر سر شیوه حکومت بر مردم نیست، بحث دو تا از اصولگراهای معروف نزدیک به رهبر سر قدرت رهبریه. در واقع بیان بحران درونی روحانیت حاکم به رهبری خامنه ایست و این بسیار مهمه، حتی اگر ظاهرا فعلا رهبر معظم بهش هیچ اهمیتی هم نمیده. همین سه‌شنبه خامنه ای با هیئت دولت دیدار داشت، هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرد،
به این درگیری لااقل بگیم نگیم بحران، درگیری مهم بین اطرافیانش هیچ اشاره ای نکرد، گذاشته تا خیس بخوره. درسته که جلسه با هیئت دولت بود، ولی این آخونده که عادت دارن به یه بهانه شروع به حرف زدن میکنن بعد میزنن به صحرای کربلا، نزد تو این جلسه. درباره حتی مسلمانه کشمیر هند صحبت کرد، ولی درباره تنش در حلقه اطرافیاش هیچی نگفت. چرا؟ چون میخواد که اینا هم دیگر رو بزنن، به دو دلیل روشن و مشخص. یک، کنترل کردن قدرت افزایش یابنده لاریجانی ها. دو، ضعیف کردن هم لاریجانی ها هم محمد یزدی که اونم آدم قدر قدرت، یه دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمی است. در واکنش به این دعوا، پیامایی که آیات اعظم و علمای اعلام حوزه و حکومت به هر دوتاشون دادن نشونه همین نگاه تحقیرآمیز در واقع به هم لاریجانی هم یزدیه. مثلا آیت الله صافی بهشون تلفن میزنه میگه کوتا بیان. مکارم میگه این دعواها رو علنی نکنین به ضرر نظامه. اون یکی یه چیزی، یعنی میدونین از اون جاسنگینی کسی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه های علمیه سراسر کشور دستشه، از اون جاسنگینی و اقتدار این همچین آیت الله گنده خبری نیست. آخوند معمولیه که یه آیت الله میتونه بهش تلفن بزنه بگه آقا زیپ دهنتو بکش. اینا همه یک معنی داره و یک نتیجه داره، همه به نفع قدر قدرتی خامنه ایست، موقعیت ولی فقیه. بی خود نبود که رسانه‌های حکومت واکنش آیت الله کریمی را مطرح کردن. کریمی خودش آدم مهمی نیست، اما پستش مهمه، رئیس شورای استفتاءات مقام معظم رهبریه، یعنی نمیتونه حرفی بزنه که خلاف نظر خامنه‌ای باشه. میگه آقای یزدی هر روز با یکی در میفته، دیروز با هاشمی رفسنجانی در افتاد، امروز با صادق لاریجانی، فردا معلوم نیست با کی در میفته. اینجور حرف زدنش درباره محمد یزدی، یعنی بیت آقا امام خامنه ای، همچین خیلی هم نمیخواد یزدی گنده بشه یا گنده بمونه. ببینیم، وقتی عباس پالیزدار سال 85 فهرست اسامی عده‌ای از آخوندهای گنده حکومتی رو از که 50 نفر رو اوورد با سند که همشون فاسدن، مگه خامنه‌ای خبر نداشت؟ خود عباس پالیزدار میگوید که من فریب خوردم، نه به دلیل اینکه اون افشاگری ها رو کردم. تو همین برنامه صفحه آخر آقای پالیزدار گفت که پشت تک تک افشاگری هایی که کرده میایسته، ولی میگه نمیدونستم که خامنه ای به احمدی نژاد گفته بود که باید این کار انجام بشه و از من پالیزدار سوء استفاده کردن. 5 سالم که برای زندان بریدن به خاطر اون افشاگری ها. این دوتا آیت الله لاریجانی و یزدی از اول آدم خامنه ای بودن تا مغز و استخون. یزدی فرقش با لاریجانی اینه که یزدی به خمینی هم خیلی نزدیک بود، علی‌رغم لاریجانی. یزدی تو مجلس اول و دوم شورای اسلامی، شورای ملی و موقع شورای اسلامی نایب رئیس مجلس بود، تو مجلس سوم رأی نیاورد سال 67. خمینی اومد ازش دلجویی کرد، برای دلجویی فرستاد شورای نگهبان به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان. بعد خامنه ای که شد رهبر سال 1368 بعد از مردن خمینی، محمد یزدی رو کرد رئیس قوه قضاییه. بعد یزدی میاد به خامنه ای میگه آقا ما میخوایم یه دانشگاه قضایی مخصوص خواهران در قم درست کنیم، رهبرم میفرمایند درست کنین. و بعد ماجرای زمینخواری به اسم حوزه علمی خواهران و تصرف لاستیک دنا و غیره و غیره که پالیزدار افشا کرد دیگه، شنیدین دیگه، مطرح میشه. میدونین هیچ کدوم از آخوندهایی که پالیزدار افشا کرد، هیچ کدومشون کسی کاری به کارشون نداشته. بعد از محمد یزدی هاشمی شاهرودی آمد شد رئیس قوه قضاییه سال 78، گفت ویرانه ای را تحویل گرفتم. همون ویرانه رو بعد از 10 سال تحویل صادق لاریجانی داد.
محمد یزدی که به حکم رهبر در مهمترین سمت ها موند از جمله شورای نگهبان، اما عمرش عضو شورای نگهبان بود، فقیه شورای نگهبان، این اواخر رئیس مجلس خبرگان رهبری هم شد. دوره فعلی مجلس خبرگان تو دوره چهارم، مثلا الان دوره پنجم، تو دوره چهارم شد رئیس، یه سال شد رئیس مجلس خبرگان. خب تو دوره فعلی مجلس انتخاباتش که بود، یزدی و مصباح یزدی، دو تا از آخوند لاتای دوربر خامنه‌ای، مجیزگوی خامنه‌ای، این دو تا رأی نبردن. خامنه‌ای اومد ازشون دلجویی کرد. البته بعضی از بزرگان ما هستند که اینها رأی آوردن و نیاوردنشون هیچ مساسی به شخصیت اینها پیدا نمی‌کنه. بعضی هستند که مجلس خبرگان از حضور اونها بهره‌مند می‌شود، نه اونها از حضور در مجلس خبرگان. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا میکنه. نبودن اینها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمیزنه. بله، برای مجلس خبرگان این خسارت است نبودن اینها. بله، همین رفتار رو با صادق لاریجانی هم داشته خامنه ای. 23 مرداد 88 خامنه ای صادق لاریجانی رو کرد رئیس قوه قضاییه، به دلیل اینکه او را تو حکمش نوشته از برجستگان علمی حوزه علمیه قم و برخوردار از روحیه و توان نوآوری و ابتکار میدانم. اینو تو حکمش هم نوشت. مهم من براش نبود که این آدم چون تو دستگاه قضایی هیچ وقت نبوده، غیر از اینکه با ساز و کار قضا اصلا آشنایی نداره، مخصوصا من دستگاه پیچیده قوه قضاییه، قوه قضاییه رو عملا این نخواهد بود که اداره کنه، کسای دیگه اداره میکنن. شاید هم میدونست اینو، شاید چیه، من ببخشید پرت بالا میگم، شاید چیه، حتما میدونست اینو، حتما اینو میخواست، وگرنه یکی دیگر رو میذاشت رئیس قوه قضاییه. منظورم اینه که اژه‌ای، خلفی و رئیسی، سه نفری که بیش از سه دهه است قوه قضاییه تویول شخصیشونه، همینا ادارهش میکنن. همین الان هم به همین دلیل هم خلفی میشه دست راست لاریجانی در قوه قضاییه و الان هم دست راست رئیسی است. و یه باند خلفی، سعید مرتضوی، جعفری دولت آبادی، محسنی اژه‌ای، با وردستی اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران زمان لاریجانی تشکیل شد تا پرونده های مهمی مثل مثلا دیدین دیگه با پرونده سعید طوسی و غیره و غیره چه کردن. پنج سال آقای صادق لاریجانی که تموم شد، ریاستش بر قوه قضاییه تمدید میشه. تو حکم خامنه ای 23 مرداد 93 در آغاز، در دوره تمدید حکم پنج ساله دیگر برای ریاست قوه قضاییه لاریجانی، اومده که مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جناب عالی برآورده شدن خواسته ها را به فضل الهی تضمین خواهد کرد ان شاء الله. ببینید، 9 دی 97 خامنه ای به صادق لاریجانی دو تا پست درجه یک میده، زمانی که هنوز، گفتم 9 دی 97، بله، خامنه ای میاد به صادق لاریجانی همزمان دو تا پست میده که میخواد از قوه قضاییه برش داره. هنوز اسمن رئیس قوه قضاییه است. چرا خامنه ای کسی رو نداره دیگه، مجبور. رهبر انقلاب در حکمی آیت الله حاملی لاریجانی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. در این حکم حضرت آیت الله خامنه ای بر مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای مجمع با حضور فعال و عالمانه اعضا و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه مجمع تاکید شده است. رهبر انقلاب در این حکم از آیت الله حاملی لاریجانی خواستند که با توجه به اهمیت مسئولیت‌ها در مجمع و شورای نگهبان در فرصت زمانی مناسب با رتق و فتق امور در قوه قضاییه در این مسئولیت‌های جدید متمرکز شوند. حکم پنج ساله دوم آیت الله حاملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه مرداد سال بعد تمام می‌شود.
نهم دی 97 حکم ریاست صادق لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام خونده میشه. کیا حاضرن تو اون جلسه مجمع تشخیص؟ خیلی جالب همینا که امروز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری. ببینین صادق لاریجانی میشه رئیس اینا ها. احمد جنتی، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، همین محمد یزدی که پریده بهش و عضو فقهای شورای نگهبانن هر دو تاشون، ابراهیم رئیسی که الان رئیس قوه قضاییه است که اون موقع تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجلس خبرگان رهبری هم بود و هست دیگه، و بقیه اعضای انتصابی رهبر. اینا فقط کسی که غایب بود البته احمدی نژاد بود. ببینید اینا کسایی هستند که این حکم، یعنی زمانی می شود صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که دوره 9 سال و نیمه که عضو، بیش از 9 ساله که رئیس قوه قضاییه است، حواستون باشه. بعد اینا هم میشن زیر مجموعش تو حکم مال آقا امام خامنه ای. حالا گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله جناب آقای شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاتو، با توجه به نقش بی بدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد آیت الله هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه و ضرورت سامانیابی هرچه سریعتر ارکان مجمع، جناب عالی را به ریاست آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شورای محترم نگهبان منصوب میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس از ابلاغ حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، نخستین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با گرامی داشت یاد رؤسای گذشته مجمع به ویژه آیت الله هاشمی شاهرودی برگزار شد. دشمن امروز باید این احساس رو بکنه که در نظام جمهوری اسلامی همه قوا متحد دست در دست هم به کمک نهادهای قانون اساسی در پی رفع مشکلات مردم هستند و در مسیری که مقام معظم رهبری ترسیم کردن همه یک صدا عمل میکنن. ببینین اینجا همون روز اولی که آقا میشه رئیس میاد از دشمن میگه و اینا، 9 سال و نیم رئیس قوه قضاییه بود، تو همه چی دخالت میکرد، رفته ای نبود که درباره خصوصیات دشمن حرف نزنه. این رئیسش خامنه ای، هم یزدی هم لاریجانی انصافا ظلم و به حد اکثر رسوندن وقتی به حکم خامنه ای رئیس قوه قضاییه بودن. یزدی که اصلا دادسرا رو منحل کرد، یعنی همه مراحل تحقیقات قضایی روی یک شکایت یا یک پرونده رو حذف کرد، اصلا موند فقط قاضی و متهم که قاضی هاشون هم که شاهرودی آمد دادسرا رو دوباره راه انداخت. بعد دوره صادق لاریجانی، مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند که متهمان امنیتی به قول خودشون فقط میتونن وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه رو داشته باشن. صادق لاریجانی گفت من فقط 20 تا وکیل از مجموع 31,000 وکیل دادگستری انتخاب میکنم، 20 تا وکیل. امنیتی هم که میدونی یعنی همه متهمان سیاسی و عقیدتی، هم از روزنامه‌نگار و کارگر و معلم و هنرمند و وبلاگ نویس و خلاصه هر کسی که حرفی زده که آقایون خوششون نمیاد. فرق لاریجانی و یزدی این بود که یه فرق دیگه هم اینا داشتن. لاریجانی مثل یزدی شانس نیورد که شبکه مجازی وجود نداشته باشه. دوره یزدی تقریبا اصلا وجود نداشت. کارای مافیای حکومتی تو صندوق سانسور حکومتی قایم میشد، گم میشد. اگه فضای مجازی نبود، یه مثال فقط، حرفای محمود صادقی درباره 63 حساب شخصی رئیس قوه قضاییه قطعا یا به بیرون درز نمی کرد، یا اگرم میتونست درز بکنه انقدر نمیتونست انعکاس داشته باشه تکرار تکثیر و پخش شدنش در حوزه های مختلف جامعه، اینقدر نمیتونست انعکاس و اثرگذار باشه که وادار کنه کل حکومت رو به واکنش. کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟
به ویژه این که بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب ها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسرها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید. دست شما درد نکنه. ببینید تو همون شرایط که این حرفا رو داره محمود صادقی میزنه، خامنه ای میاد از لاریجانی دفاع میکنه و پرونده خودش رو در واقع سنگین تر میکنه. به حمد الله امروز قوه قضاییه شرایط خوبی دارد. رئیس محترم قوه شخصیت عالم، مجتهد، فاضل، آگاه، برخوردار از نیروی جوانی و توانایی‌های بسیار، انسان مشاهده می کند تحقق بسیاری از خواسته ها و کارهایی که قانون از قوه قضاییه انتظار دارد یا واقع شده است یا به واقع نزدیک شده است. ببینین مهمه که بدونیم خامنه ای قبل از اینکه صادق لاریجانی رو به ریاست قوه قضاییه منصوب کنه 10 سال پیش میدونست که این آدم و داداشاش هیچ مشکلی نداشته باشن، در زمین خاری پرونده دارن. 22/2/88 وحید معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای به شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه نامه می‌نویسه. هنوز آملی لاریجانی نشده رئیس قوه قضاییه. وحید نامه می‌نویسه دست راست خامنه‌ای که زمین‌های ورامین تصرف غیرقانونی شده، پیگیری کنید. کی تصرف غیرقانونی کرده؟ یه روز بعد، ببخشید 12 روز بعد، یعنی 4 خرداد 88، سازمان جهاد کشاورزی قم نامه خیلی محرمانه و مستقیم می‌نویسه به وزیر جهاد کشاورزی. می‌نویسه به عنوان گزارش وضعیت مزرعه مالکیتی و اراضی واگذاری به حجت الاسلام شیخ صادق لاریجانی و میگه صادق خان در اوائل دهه 70 یه مزرعه می‌خره در دامنه کوههای جنوب غربی قم و بعد در 2 نوبت حدود 10 هکتار اراضی دولتی بهش واگذار میشه. ایشون اون موقع داشتن در حوزه علمی درس میدادن و فصل میکردن. 2 ماه بعد از نوشتن این نامه، 2 ماه بعد از 4 خرداد 88، یعنی در مرداد 88، خامنه ای میاد همین صادق لاریجانی رو میکنه رئیس قوه قضاییه که پرونده زمینخواری خودش و داداشاش رو که شده معاونش، حال داداشش هم میشه معاونش، خودش دنبال بکنه. آخه چی بگم به اینایی که، چی باید گفت به اینایی که میگن رهبر، میگن خامنه ای زندگی نمیدونم زاهدانه ای دارد؟ آخه این چه زاهد، آخه چه زهدی، چه زاهدی، چه داخل و خارج از کشور رو اینقدر فریب خورده و وابسته و مزدور داریم که ماها توشون واقعا گم که چیکار داریم میکنیم. ما میبینین دیگه تو رسانه خارج از کشور، دولتی و غیر دولتی، رسانه داخل ایران، آخه یه آدمی که پرمندش، یه آدمی که مسئول حفاظت بیت، یعنی خود خامنه ای در واقع بهش میگه، میاد نامه مینویسه که آقا زمینخواری صادق لاریجانی و محمد جواد لاریجانی باید جلوشو بگیرین، همین آدمو 2 ماه بعد تو بیای حکم بدی بکنیش رئیس قوه قضاییه؟
یعنی یه بار بگی این کارو بکن، یه بار بگی اون کارو بکن، آخه من نمیدونم مارمولک هم این کارا رو نمیکنه که تو میکنی، فقط برای حفظ قدرت ولایت مطلقه فقیه. فقط یکی از اثرات این زمینخواری صادق و ممجود لاریجانی رو زندگی مردم بدبخت، یه بار دیگه من اینو گفتم فکر میکنم توی برنامه، که 30 فروردین 92 کشاورزان برامینی به خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت، گفتن که باغ‌های پسته‌ای که در منطقه سالاریه و سیاهکوه به نام باغ آقای لام لاریجانی احداث شده تأثیر بسیار زیادی بر روی کشاورزی شهرستان برامین داشته و 79 حلقه چاه عمیق حفر شده در این باغ‌ها کشاورز که همش هم غیر قانونیه، کشاورزی آنان را به نابودی کشانده و زمین‌های زراعی را خشک کرده است. جزئیات زمینخواری ممجواد لاریجانی معاون بین الملل قوه قضاییه، معاون بین الملل داداشش، از سال 86 تو قوه قضاییه و دولت جریان داشته، از سال 86 15/10/86 تصرفات عدوانی ممجواد لاریجانی طبق این اسناد تصرف ممجواد از سال 79 بوده که از سال 86 پرونده سازی میشه و در دادسرای ویژه قوه قضاییه براش پرونده باز شده. 28/7/87 ممرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی نامه می‌نویسه به شاهرودی رئیس قوه قضاییه، نوشته برابر گزارشات واصله آقای محمد جواد اردشیر لاریجانی از سال 79 تا نیمه شهریور 85 اقدام به تصرف و تخریب و تبدیل بیش از 342 هکتار از اراضی منابع ملی واقع در شهرستان برامین به شرح زیر نموده است که جزئیات رو می‌نویسه تو نامه‌ای که دیدیم. مختصر بگم لاریجانی و 5 تا برادرن که زیر عبای همین رهبر معظم رشد کردن و همه کاره شدن، زمان خمینی که اینا اصلا وجود نداشت. 3 تا از این 5 تا برادر سالها مهمترین سمت‌ها رو داشتن: صادق رئیس قوه قضاییه، ممجواد معاون بین الملل صادق، علی رئیس قوه مقننه که هنوز هم هست رئیس مجلس، داداشای دیگه‌ش هم منباقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت، فاضل لاریجانی که مثلا تو دانشگاه آزاده ولی در از کارچاقکن بدهکارای کلون بانکی و رشوه‌گیر مشهور که افتاد تو دام شنود احمدی نژاد و مرتضوی، وقتی سال 91 داشت طلب رشوه می‌کرد از بابک زنجانی واسه درست کردن کارهای غیر قانونی بابک زنجانی. به دلاری بگیم مثلا فرض کنید 15,000 دلار در ماه. ماهی 15,000 دلار ها؟ آره، مثلا دلاری بده. خب وقت ماهی 15,000 دلار بده، وقت من بگم شما ساعتی میخواید از کار کنید یا مشکلاتش حل میکنید؟ شما از کنم دیگه با هم حق بذارم باش، یعنی مثلا ببینید علال قاده یه دفتری با دفتر بذاره، من دیگه دفتر دیگه نرم، هفته یه بار باش ملاقات داشته باشه تو همون دفتر، یه دفتر تو تهران باشه بیشت و مثلا سطح من بکنم و من سن بذارم یه چیز رد کنی بذارم انتشاراتش داری انتشارات مرکز ترجمه نشده داده مرکزی ترجمه رو نشده او پس بکنه دفتر بخره شما تابلوش میزنه مرکزی داشته خیلی خب درست بله کاراشو من بگیم از همونجا پیگیری میکنم، یعنی بنده هفته 3-4 روز یا بیشتر وقت میزنم خودش کارهای دیگه رو میزنم خود دانشگاه خب با مرکزی بره حضور کنم دنبالش میرند بگم بگمش کنیم. آره تمام بودم بیرم دنبال کارش کارهای قوه قضایی رو قوه قضایی چی؟ مشکلات قوه نه فقط مشکلات قوه نباشه مشکلات قوه رو دنبالش میدم اعتقاد رو مجلس رو همون هم میکنم با کمیسیون ها با نماینده های دید و بعدش هم در خود مدیریت بعضی از پروژه ها وقت میزنم مثل درست های پالاسکایی که داره خب ادایتش میکنم من هم مدیری پالاسکای تهران هم هستم به؟ بول؟ به مدیر هستم چون میتونه بپرسه با همین چند دقیقه قاعدتا در هر کشوری از رسانه ها پخش بشه کل خاندان رو به محاکمه میکشه. این قضیه مال چند سال پیشه، بهمن 91 تا حالا من دقیقا نمیدونم فاضل لاریجانی الان کجاست، آزاده گرفتنش کاناداست،
و توی مملکت این پرونده به این گندگی رو چرا کسی دنبال نکرده؟ چرا چقدر بعد زبونه همین ابراهیم رئیسی همچنان درازه که من رئیس قوه قضاییه کارت سفید چک سفید گرفتم برای زدن فساد و فلان. به هر حال ببینید زدن کسی که اگه همین فاضل رو بگیرن روشن می شود که زدن این آدم که 10 سال هر کاری میکرد کسی نمیتونست بهش دست بزنه، یعنی قدم محکم اول برای زدن حامی فاضل لاریجان یعنی داداشش که رئیس قوه قضاییه بود، صادق لاریجان، رئیس راندخارا و دوزا. گفتم قبلا که قوه قضاییه چند دهه است دست خلفی و اژه‌ای، دوتا از معاونای صادق لاریجانی در قوه قضاییه و معاونای امروز رئیسی بوده و همچنان دست همین است. علی خلفی که همین الان هم معاون رئیسی، مرداد 88 با حکم صادق لاریجانی شد رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه. تو بستن پرونده سعید طوسی از آدمای اصلی قوه بود و امضاش برای بستن پرونده در کنار امضای صادق لاریجانی هست. محسن اژه‌ای اگر فرض کنیم که هیچ جنایتی نکرده باشه، که البته قبلا تو این برنامه معرفیش کردیم، هیچ جنایتی گیرم نکرده، تقریبا همه سرمایه‌دارای کلان مملکت به عنوان باجگیر کلون میشناسنش. اینو بنده با آگاهی عرض میکنم، با آگاهی دقیق به ویژه از پرونده امیر منصور آریا و یکی دو پرونده دیگه که چون الان هنوز حالا هم مهرگان امیر خسروی اعدام شد ولی همچنان بعضی دیگه دارن تو ایران کار میکنن، با آگاهی خدمتتون عرض میکنم. یک شفقه خدمتتون میگم که بدون جزئیات ماجرای فراری دادن محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی، شوهر خواهر همین محسنی اژه‌ای، جواد الله قدمی که به اصطلاح وکیل دادگستری میشه، وکیل این پرونده، مستقیما دستش تو کار فرار خاوری بود. خاوری روز دوم مهر، فقط این کدو بدم به آقای اژه‌ای، خاوری روز دوم مهر 1390 در رفت از ایران، درست چند روز بعد از اینکه محسنی اژه‌ای شد مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، همون پرونده‌ای که خاوری متهم اصلیش بود. چند روز بعدش خاوری فرار کرد، رفت لندن، از اونجا به کانادا. و ببینین درباره اژه‌ای هم گفتم، من ببینین هیچ جوری تو کتم نمیره که آدمی مثل محسنی اژه‌ای با قدرتی که بیش از بسیار بیش از صادق لاریجانی در قوه قضاییه داشته و داره، چشمشو بر 63 سال بانکی رئیس قوه قضاییه ببنده و طلب سود سالانه‌شو نکنه. هر سال 250 میلیارد تومان سود 63 حساب بانکی پرداخت شده به صادق لاریجانی در مجموع دو دوره که رئیس قوه بوده و اژه‌ای معاون اولش بوده و سخنگوش بوده، میشه بیش از 2300 میلیارد تومان. ببینین حسابای شخصی رئیس قوه قضاییه یعنی لاریجانی که با پول سپرده ها و وثیقه‌های مردم پر می شود، که الان رئیسی میگه کردمش 5 تا حساب، حالا مثل که کمیتش رو کم کنه فرقی میکنه تو اصل موضوع، این حساب ها از سال 73 دوره محمد یزدی را افتاده که الان زبون درازی میکنه، همشون خوردن. بعد تو چه نظامی؟ تو نظام مقدس مردم فریبی که سود بانکی یعنی ربا، یعنی حرام. بعد حسابای شخصی رئیس عدالتخانه با مجوز رهبر نظام میلیارد ها تومن رباخاری، صدها میلیارد رباخاری میکنه، ربا میگیره. چه مملکت امام زمانی واقعا؟ واقعا یه نکته رو، زمان کمی داریم، من فقط به کینه شخصی خامنه ای نسبت به صادق لاریجانی هم می‌خواستم اشاره بکنم که مربوط است به وحید خراسانی، پدرزن صادق لاریجانی، که می‌ذارم برای بعد اگر خواستین برای ایمیل بفرستین این تیکر رو پخش می‌کنم. به هر حال چیز مهمی البته در این زمینه نیست، فقط یه چیز بگم. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار عدالت‌خواه در ایران توییت زده، نوشته دعوای لاریجانی و یزدی اختلاف دو فرد نیست، درگیری دو باند قدرت است که
دیگر دشمن مشترک قدرتمندی در برابر خود احساس نمی کنند و بر سر تقسیم منافع زنجیر گسیختند. بیچاره عدالت که این دو نفر 20 سال متولیش بودند. بریم پرده آخر. به همراه امیرالمومنین می اومدم، رسیدم به بیابانی که مملو از مورچه بود. اونقدر کثرت عدد مورچگان بود که برای این بیننده واقعا جلوه‌گری میکنه، برای این بیننده قابل تأمل میشه. گفت به حضرت امیر سلام الله علیه عرض کردم که پسر ابی طالب کی است غیر از خدای علی الاعلا بداند عدد این مورچگان رو؟ گفت دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه نگاهی به من کردن، فرمودن بدان من کسی رو میشناسم که خدا نیست اما عدد همه اینها رو میداند. من یکی رو میشناسم که خدا نیست، عدد اینا که هیچی، تعداد جنسیت نرشون، تعداد ماده اینا، همه اینها رو میتونه برای تو متذکر بشه. گفت با تمام تعجب گفتم پسر ابی طالب اون کیست که خدا نیست و اینقدر دقیق همه اینها رو میشناسد و میداند؟ فرمود مگر قرآن نخوندی که سوره یاسین فرمود و کل شیء احصیناه فی امام مبین؟ امام مبین همه اینها رو میداند. گفتم آقا این امام مبین کیه؟ حضرت دست بر سینه مبارکشون گذاشتن، فرمودن الان در زمان تو من علی ابن ابی طالب. شب و روزگار خوش.